سلام سلام به روی ماهتون، به چشمون سیاه و رنگی رنگیتون. دیگه من قول دادم مانی رو یادم نره. خوبی؟ داشتم با پسرم صحبت میکردم، یه لحظه صدا رو قطع. کتاب علوممون رو وا کنیم. بچه های عزیزم، فقط یه چیزی بهتون بگم. چشم شما خرماییه، بله، جز رنگی ها حساب میشه. دختر خواهر من یه بچه کوچولو داره، اسمش مهراد. بچهش 1 سال و نیمشه، فردا میاد خونمون. اگر اومد زمان کلاس بود میارم این سر کلاس نشونتون میدم. خیلی پسر بانمکیه، خیلی بامزه است. فقط دختر خواهرم، یعنی مامانش، بچه شیرخواره. مامانش کرونا گرفته، پریشب بستری شده بیمارستان. البته الحمدلله میگن خب ریه درگیر شده، ولی نه اونقدر، یعنی به درصد نرسیده. شما دلاتون پاکه، شما بیگناهین، شما پیش خدا خیلی آبرو دارین به نسبت ماها. براش خیلی دعا کنید. خب البته گفتن تا آخر هفته باید بیمارستان بمونه. این بچه حالا سعی میکنیم دست به دست کنیم، نگهش داریم. خیلی دعاش کنید. خب ممنونتون میشم. بچه ها یه کلیپ آماده کرده بود مدرسه، من این کلیپ رو براتون میذارم، همون کلیپ هایی که برای عید تدارک دیده بودم. چرا کلیپ پاک شده؟ چرا که کلیپ پاک کرده؟ یه لحظه اجازه بدیم من بخونم بزرگی بگم. بچه من نبودم، کسی براتون کلیپ گذاشت ببینین شما؟ غیر از اون چیزی که صبح گذاشتم شما چیز دیگه ای ندیدین؟ چرا پاک کردم پس؟ بذاری من به خانم بزرگی بگم که احتمالا اینا گروهی میذارن، یهو پاک کردن. یه معلم که پاک میکنه برای همه پاک میشه. سلام خانم لیاقتی جان، حالا شما چطوره؟ با زحمت ها خانم لیاقتی، دو تا کلیپ بارگذاری کرده بودین برای، در واقع برای ظاهرم عید بود، که یکیشو امروز نشون دادم من، یکی دیگرشو الان اومدم نشون بدم پاک شده. فکر کنم یکی از همکارا پاک شده. آره، هم ما اولیه رو دیدیم، در واقع اونی که گودو بوجی بادو بوجی یه چین چیزی به دو گوشی اونو دیدیم، اون یکی رو میخواد. مرسی، دستتون درد نکنه، قربونت، مرسی خدا. خب بچه ها، تا بارگذاری کنن براتون پداگوژی. خیلی بانمکه. روحم ندیدی صبح؟ چرا؟ ساعت چند اومدی؟ من که دیشب خیلی تو گروه هم گذاشتم بچه ها 8:30 تو کلاس باشن. ما از 8:30 برنامه ها رو گذاشتیم. فردا هم برنامه داریم. مدرسه خیلی زحمت کشیده برای این چیزا. بچه ها میدونید این پداگوژی، حالا هرچی، چرا پنه دیدی عزیزم؟ بچه آرشان نوشه پداگوژی، میداگوژی، نه اینا دیگه فک و فامیلن.
ببینید برای ساخت اینا وای میسن جلوی پرده سبز، همون کاری که من میکنم، جلوی پرده سبز و پشتش اینا ادیت میشه. این ادیت ها خیلی زمان میبره بچه. این برنامه های صبحگاه اگر شما بدونید چقدر براش وقت گذاشته میشه، واقعا برای دیدنشون ثانیه شماره میکنید. حتما ببینید، حتما صبح بیایید حضور داشته باشید تو برنامه صبحگاه. من گاهی میام میبینم فقط یه پرهامه، یه نفره. فیلم دوم هیچکی ندیده، روحام جان پاک شده، الان بارگذاری میکنن میبینیم همه با هم. بعد خیلی زحمت میکشن. صبح من واقعا تعداد کمی میبینم، گاهی میبینم دو نفر، مثلا بیشتر روز به پرهام که بچه اولین نفر، مهراد مثلا اینا میان. زودتر بیاین دیگه عزیزم، از 7 تو صف بوده. کی پا شدی از خواب؟ خداییش خداییش از 7 تو صف بوده، من یه رو به 8 پا شدم. مامان تو زابرا کردی گفتی پاشو پاشو صبحگاهه. خب کتاب قرآن و کتاب علومتون رو فعلا باز کنیم تا بارگذاری بشه. خدایش چه همتی داری؟ 6:20 خوبه. من 6 پا میشیم، چون 6:20 حدودا نماز قضاه. 6 پا میشیم، نماز میخونیم، همسرم دیگه نمیخوابن، کاراشونو میکنن میرن، من دوباره میخوابم تا 7:45. چرا؟ چون من شبا تا 2 گاهی بیدارم. 2 دیشب تا 2:45 داشتم تایپ میکردم. برای پیجم دارم یه کارایی میکنم، در واقع دارم پیک ای طراحی میکنم اینا، تا 3:30 شب باور کنید بیدار بودم. فرهام دست بالا کن. بزن قطع کن. مرسی عزیزم، مرسی. دختر خواهرم بیمارستان بود، قصه اونم داشتم، خوابم نمی برد. بچه الان یه صدای آزار دهنده میشنم. اومد؟ صدا میاد؟ خانم میگم که انشالله خانم حالش خوبه. میگم صدای آزار دهنده. میگم خانم انشالله حالش خوبه. من میخواستم به تو بگم که اون تو پدگوژی بودی قارتان، خواهد قارتان بود دیگه، درسته؟ آره آره قارتان. قارتان؟ قار من این دوست دارم به نام آرتان، من اینجا زندگی میکنه. آره صبح دیدم گفتی باش دوستم و پویانم گفت منم دوست بودم و نه سیفون نکشی کی میگه سیفون کشید؟ آروین گل محمدی خیلی بلایی ها آروین. نه پسرم همزن رو استفاده کرد، بعد اومد گفت مامان مزاحم میشم، گفتم نه به عنوان یک صدای آزار دهنده تو کلاس نام میبرم. این یعنی علوم، یعنی چیزهایی که اطراف ما وجود داره و کلاس مجازی هم همینه دیگه. بالاخره داریم زندگی میکنیم، شما صدا میاد، دوربینتون رو فعال میکنم، من بالاخره دوربینم دائم فعاله، بالاخره پسرام نمیتونن که اینطوری بشینن تا کلاس من تمام بشه. بالاخره 3 تا بچه تو خونن، میرن میان. آرابیراد امروز همسرم هم که مرخصی شدن 4 نفر، حالا امروز ایشون نیستن. خب بله امیر رضا، بچه کتاب علومتون رو باز کنین. میتونم جدول خودم رو بگم؟ جدول چی تو؟ همینی که الان روی صفحه بود اول آوردی. ما درس 12 و الان میخواییم درس بدیم.
اینو جانم پویان. خب بچه کتاب علوم درس 12 رو باز کنین. خانو من با یه آرتان دیگه دوستم، هنوزم باش دوستم. آها چقدر خوب. خب امیر رضا دوربین رو صدا تو بده، صدا و دوربین بده پسرم، ببینم جدول تو چی کشیدی. آها همین بوده پس. آها قد و وزن. بله بله خیلی هم عالی، دست درد نکنه پسر. خب دیگه بسته، کتاب رو وا کنیم، وقتمون تموم میشه. انتخاب خوراکی ها. ببینید برای جشن آماده شویم. موضوع از چه قراره؟ تو کلاس چند تا بچه جشن گرفتن، هر کی داره یه کاری میکنه. ببینید روی میز چه چیزهایی داریم میبینیم؟ همه چیزهایی که الان ما تو این شکل داریم میبینیم. بچه ها اولین صفحه هر درس، چه علوم چه ریاضی، در واقع معرفی کننده مطالب کل درسه. خب همه چیزهایی که ما الان داریم تو این صفحه میبینیم بهش میگیم ماده. همه چیزهایی که در اطراف ما وجود داره ماده است. اون چیزی که ما در واقع توی آشپزخونه رفتیم و بهتون درس دادم و خدا رو شکر خوبم یاد گرفتیم. از آب بگیرین، از نون بگیرین، از مایکروفری که هست تو خونه هاتون، از کتری که هست، از دوغی که میخورین، از شیری که میخورین، اگر بهش میگیم ماده. و اما ماده به چند شکل دیده میشه؟ به سه شکل دیده میشه. بنویسید اون پایین، همه بنویسیم زود زود زود. به چند شکل دیده میشه ماده؟ همه اسما رو میخونم. سه تا نام ببرین. آفرین، خوبه، نام ببرین. آفرین آفرین. مهیار گفت آفرین. نام ببرین. آفرین. جامد، مایع، گاز. آروین باید به صورت کلی بگیم. موقعی که من میگم که مواد اطراف ما به چند دسته تقسیم میشوند، ما نمیایم اسم اشیا رو بگیم، میگیم به سه شکل دیده میشن: جامد، مایع، گاز. گاز و سال دیگه میخونین، ولی من امسال به شما میگم. آفرین. جامد، مایع، گاز. خب همه اون پایین باید بنویسید. جامد مثل چی؟ بدو 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 بدو. مثل چی؟ مثل چی؟ مثل چی؟ امیر سر دست رو بالا کن. یخ دیگه، جامدادی، خیلی چیزای دیگه هست. متنوع بگید. همه دارین میگین یخ. چرا به دست دوستتون نگاه میکنین؟ خودتون از خودتون بگین. به اطراف خودتون نگاه کنید، یه جامد نام ببرید. تلویزیون، لیوان. جا منم جامد مثل میتونه مثل یه کره باشه. مثال وقتی که در حرارت قرار میگیره میشه مایع. مایع وقتی در سرما قرار میگیره میشه جامد. آفرین. خب همتون آفرین، هر کس یه چیزی نام برد، خیلی خوبه. بادکنک مداد. آفرین. به اطراف خودتون ببینید من چقدر جامد دورو برمه. جامدادی. امیر حسین برو یه لیوان آب بیار با یه کاسته. خودکار. ماجیک. اینجای هنسفریمه. این عینکمه، جامده. این اوتیجیمه. این فلشمه. ببینید همه اینها جامدن. امیر حسین سریع تر. این گوشیمه. این مدادمه. همه اینها جامدن. چرا بهشون میگیم جامد؟ الان عینک من توی دستم این شکلیه.
میذارمش روی کتاب، همین شکلیه. میذارمش روی چشمم، همین شکلیه. میذارمش بالای سرم، همین شکلیه. خودکارم همینطور، خودکارو تو دستم میگیرم، همین شکله. میذارمش کاسه شیشه ای بیار، میذارمش روی کتابم، همین شکلیه. لازمش ندارم گاهی، میذارمش دم گوشم. من گاهی این کارا رو میکنم، همین شکلیه، هیچ فرقی نکرد. و اما آب، بفرمایید آب بچه ها، بفرمایید. خب و اما آب، ما البته در مورد اینا صحبت کردیم، ولیکن چون رسیدیم به کتاب بازم صحبت میکنیم در موردش. این چیزایی که رو میزه داریم در موردش صحبت میکنیم. برو دو تا میوه بیار. ببینید توی بشقاب بذار ستاشو بیار. ببینید این الان آبه، تو لیوان این شکلیه، تو کاسه ریختم، شکل خود ظرف. حالا تو همین کاسهه میام خودکارم رو میذارم تو این لیوانه، لیوانه که آب توش نیست. خودکارم تغییری کرد؟ نه، شکل خودش رو حفظ کرد. این جامده، اما مایه رو که ریختم شکل خود ظرف شد. بده من این میوه، خیار، کیوی، پرتقال، چیزایی که اینجا هست. برو قند و بادوم هم بیار. اینا همه ببینید تو دست من این شکلیه، تو بشقاب میذارم همین شکله، تو بشقاب میذارم همین شکله. امیر حسین قند بیار با اون گوشگوب کوچولوه، اون بالاه، تو کمد سفیده اون بالا. خب توی کاسه میذارم اینا رو، همین شکلیه، هیچ تغییری نکرد. ولی آبو که ریختیم تو کاسه، بذار من تصویر خودم بزرگ کنم. اون گوشگوب کوچولو هم بیار. ولی آبو که ریختیم تو کاسه، شکل کاسه رو گرفت. فرق جامد و مایع دیدین؟ این جامده. الان من قند دارم. امیر حسین هم میره چش بازار رو در میاره. الان 4 تا دونه قند. برو یه کاسه کوچولو شیشه ای بیار. خب بیار دیگه مادر، یه 4 تا بیار ببینن بنده خدا. الان باید بگیم ببینین ما یه دونه قند داریم. الان میگم خان روز به همه کلا خانوادگی 4 تا دونه قند. قندونو بیار. اون یه کاسه شیشه ای هم بیار. تو 4 تا دونه بادوم. برو کاسه شیشه ای رو بیار. ماست خوری ها. خب شیشه ای خدا پا میشم لهت کنم. الان ببینید من یه چند تا دونه قند اون کوچولو آورده. ما یه چند تا دونه، پسر من میگم میره چش بازار رو در میاره، میگم برو بادوم بیار، میره دو تا دونه میاره. انگار مثلا الان میخوایم ما بخوریم تموم بشه به امیر حسین نرسه. برو بذار سر جاش گوشگوب کوچولو، اون بالا اون رو چیزه مسیه. اینو میریزیم تو کاسته. شکل بادوم تغییر کرد؟ نه، شکل بادوم تغییر نکرد. پس چیزهایی که شکلشون تغییر، ببین من الان همه چیزهایی که روی میزه دارم میارم، تغییر نکرد، بهش میگیم جامد. نه اما میخوایم یه کاری بکنم. امیر حسین در کمد این ور، سینا پاشو مامان اونو بیار، این کمد سفیده که مجسمه داره، مجسمه روشه، کمده، کمد پشت سرت. هاون کوچیک. آره. الان میخوام یه آزمایش براتون بکنم.
یعنی امیر حسین دقت شنیداریش، امیر حسین دقت شنیداری صفره. دارم جلوی شما یه آزمایش میکنم. دق میده یه کاری میخوا بکنه، باید 6 بار یه جمله رو تکرار کنم براش. الان من این قندو که جامده، قند جامده دیگه، چرا؟ چون تو دست خودم گذاشتمش، شکل خودش رو حفظ کرد. بهش 1000 بار گفتم قندون بیار، ورشه 4 تا قند بر من آورد، شکل خودش رو حفظ کرد. توی این ظرف میذارم، رو این ظرف شکل خودش رو حفظ کرد. پس قند یک ماده جامده، حالا خوردش میکنیم، میخوایم چه اتفاق میفته. خب خوردش کردم، میریزم کف دستم، رد نمیشدیم ازش، کار عملی یا معلم آزمایشگاه زحمت میکشیدن و برای ما میفرستادن. خب بریم صفحه بعد. ببینید 4 تا دسته اینجا درست شده. شربت آب لیمو، برای شربت آب لیمو چه کارایی کردن؟ شکر و آب لیمو و آب و قاطی کردن، قاشق و لیوان و هر گروه موادی رو که خودش آورده بود ریز به ریز نوشته. یا مثلا ما برای ژله، خودتون بگین، بنویسین برای من، برای ژله چه چیزایی لازم داشتین؟ چه چیزایی آوردین با خودتون؟ چه چیزایی گذاشتین دم دستتون؟ بگین. منتظرم، بنویسید. پودر ژله، آب جوش، کاسه، آفرین، آب داغ، آب سرد. دیگه با چی همه زدین؟ قاشق، آب سرد، شکر. خوبه؟ آفرین. ببینید چند تا چیز آوردیم. لیوانی که توش آب ریختیم با چنگال هم زده پویان، لیوانی که توش آب ریختیم، کاسه‌ای که توش درست کردیم، همه این مواد رو اینجا نوشته برای ما. نیاز نیست که ما بخوایم تک تک از روی اینا بخونیم. و اما زیر شکل چی نوشته؟ گروه شما هم خوراکی‌ها و وسایل مورد نیاز خودش رو گزارش بده. خط دومش نوشته چیزهای اطراف ما ماده نام داره. لطف کنید زیرش خط بکشید. آفرین. پودر ژله چیزهای اطراف ما ماده نام داره، خط بکشه زیرشو. برای نمونه تمام چیزهایی که برای برگزاری جشن استفاده کردید ماده است. ببینید شما قاشق، کاسه، لیوان آوردید، ژله آوردید که ما به اینا میگیم جامد، ولی آب جوش داشتین، آب سرد داشتین که اینا بهش میگیم مایع. چند ماده‌ای که در اطراف خود می‌بینید نام ببرید، نام ببرید ببینم. چه چیزایی در اطراف خودتون نام می‌بینید؟ الان چشم بندازید. به دست دوستتون نگاه نکنین چی می‌نویسه. به دور و بر خودتون نگاه کنین. ببینین چی دور و بر خودتون می‌بینید. بگید. مداد، آفرین. مهیار، آفرین. کتاب، خوبه. قاب عکس، آفرین. صندلی، لپتاپ، خوبه. بقیه فقط دو نفر، دو نفر فقط تو این کلاسن. موب، کامیار، موب، آفرین. اسکای روم چی ماده است؟ برنامه است. رادین تلویزیون، امیر صدر دفتر، اماد دفتر، تاها تخت، روحام تبلت، محمد رضا تبلت، سید امیر حسین، آفرین. آروین PS4، آفرین. علی بالشت، آروان مداد پاکن، چقدر خوب. بقیه کجایین؟
آفرین، متشکرم، عالی، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. این که مشارکت میکنید برای من خیلی ارزش داره. سه تا از چیزهایی که در اطرافتون میبینید اینجا بنویسید. من هم خودم مینویسم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة بریم صفحه بعد. پس تا چیزایی که اطراف خودتون دیدین نام بردین. خب میریم صفحه بعد. همه چیز آماده است. کدام سبد جای بیشتری میگیرد؟ به چه دلیل؟ من یه چیزی بهتون بگم. مداد زمین، حواسا به من. هر ماده‌ای که در اطراف خودمون میبینیم با توجه به اندازه‌ای که داره یه جایی رو اشغال میکنه. این اوتیجی من کوچولوه، میذارم کف دستم. ببینید چقدر جا میگیره. این چقدر جا میگیره؟ جای هنس فریمه. این دیوان چقدر جا میگیره؟ خب این کتاب چقدر جا مداد اینجاست؟ این کتاب چقدر جا میگیره؟ خب حالا برای من بگید این کتاب جای بیشتری میگیره یا این اوتیجی؟ کدوم بی جای بیشتری میگیره؟ کتاب؟ کتاب. پس کدام سبد جای بیشتری میگیرد؟ ما
اسم گذاری میکنی، این سبد یکه، این سبد دوه. بزرگه سبد یکه، کوچیکه سبد دوه. میگیم سبد شماره یک. چرا؟ چون بزرگتره. مینویسیم سبد. فیلم هم براتون میذارم بچه. شماره یک چون بزرگتر است. اما یه چیز اضافه میخوام بهتون بگم، یه چیزی که شاید کلاس دوم بهتون ندن. این بالای صفحه بنویسید حجم. حجم الان بهتون میگم چجوری نوشته میشه. مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند. یه چیز اضافه است. بنویسید بالای صفحتون، بنویسید حجم چیه؟ مقدار فضایی که یک ماده اشغال میکنه، یک جسم اشغال میکنه. میتونید بنویسید ماده. مقدار فضایی که یک ماده یا یک جسم اشغال میکنه بهش میگیم حجم. یه چیز اضافه است. کلاس سوم میخونیدش. ما گفتیم درس ها مثل زنجیر به هم وابستن. همه درس ها، بیشتر درس علوم و درس ریاضی. همین درس علوم رو میرین سال دیگه مفصل ترش رو میخونین، سال چهار رو مفصل ترش رو میخونین. کلاس تموم شد رادین؟ ساعت شما چنده رادین؟ نکنه ساعت ما خرابه. رادین چرا فکر میکنی 12:20 هر روزم؟ آره چرا هر روز فکر میکنی 12:20 کلاس تموم میشه؟ کلاس 12:00 تموم میشه پسر. خب بعدی کدام یک جای بیشتری میگیرد؟ یک، نامگذاری میکنیم. دو، سه. کدام یک جای بیشتری میگیرد؟ شماره یک. شماره گذاری میکنیم که متوجه بشیم. یک حبه قند و یک سیب. من به جای سیب پرتقال دارم. از چه نظر به هم شباهت دارن بچه ها؟ از چه نظر به هم شباهت دارن؟ شباهتشون چیه؟ بگید به من. کی میخواد بگه؟ دستشو بالا کن. مهیار بگو. شیرینن؟ هر دو جامد. هر دو جامد هستند. پرتقال ما امکان داره ترش باشه اماد. هر دو جامد هستند. بچه ببخشید من یه تماس فوریه باید جواب بدم. بچه ببخشید من همسرم بازار بودم، بعد یه کاری که برای داداشم که آلمانن انجام بدن دیگه بعد اوکیو از من میگرفتن، معذرت میخوام. خب پس یک حبه قند و یک سیب جفتشون جامد هستن. تفاوتشون چیه؟ چه فرقی با هم دارن؟ پس بنویسید هر دو جامد هستن.
رادین بگو فرقشون چیه؟ سلام خانم. سلام جانم بفرمایید. فرقشون اینه که پرتقال نارنجیه با شکلشون هم فرق میکنه. آفرین، اینم یه فرقه. یکی دیگه دیگه چه فرقی؟ پرتقالو که توش وا میکنیم اون میوه هاش از هم جدا میشه، نارنجی هم هست اما سیب جدا بشه سفیده. عزیزم سیب و پرتقال نی، پرتقال و قنده، سیب و قنده. مرسی روحام. سیب و قند چه فرقی با هم دارن بچه ها؟ قند بزرگتره، سیب بزرگتره. بزرگتره، جای بیشتری اشغال میکنه. الان بحث ما، بحث درس ما در مورد فضاییه که یک ماده اشغال میکنه، یک جسم اشغال میکنه، درسته؟ یک فضاییه که اشغال میکنه. اون وقت ما در مورد مزه صحبت نمیکنیم، در مورد داخل میوه صحبت نمیکنیم، در مورد رنگ میوه صحبت نمیکنیم. بچه ها حواستون تو کلاس باشه، در مورد جایی که مواد، سیب جای بیشتری میگیره، اشکال نداره، اونم خوب بود، یک فرق بود اونم، ولیکن چون مبحث درس ما در مورد فضای اینه، پس سیب جای بیشتری میگیره ولی قند جای کمتری میگیره. اینو بنویسید. نوشتم پای تخته، شما مرتب تر بنویسید. کار در کلاس، هر گروه مواد و وسایل داخل کیف خودتون رو میز بذارید. تو کلاس بودیم این کار رو میکردیم و آنها رو با توجه به مقدار جایی که میگیرن دستبندی کنین، که خب میگم اگه بودیم این کار میگن تو خونه خودتون میدونین انجام بدین. ماده جا میگیره، برخی از مواد جای کمتر و برخی از مواد جای بیشتری میگیره. خب میخواستم کل کتاب رو برم ولی نمیشه، زمان میبره. تاریخ بزنید امروز، تاریخ امروز 19 دوازده. پرهام دستو بالا کن. بچه الان میخوام فیلمو بذارم. پرهام دست کارتو بگو من فیلمو پخش کنم. بچه کتابم خوب ببندم. کسی نمیخواد بنویسه؟ خانم میخواستم ازتون بپرسم که منظورتون اینه که شنبه میخوایم بیایم اونجا چیز میز بگیری، از هدیه بگیریم، نوبت به نوبتی بیایم، همگی با هم نیایم، نوبت به نوبتی بیایم؟ طبق ساعتی که بهتون گفتن بیایم. چه ساعتی گفتن؟ همون ساعت بیا. چند؟ مرسی. دیگه خواهش میکنم. ما کانال داریم برای اطلاع رسانی. برین مراجعه کنید به اونجا و متوجه بشین که چی کار باید بکنیم. خب. من تصویر خودم رو قطع میکنم بچه، که این تصویر بزرگ باشه. تو گروه موسیقی هم آوردی گلا در نمید، ولی گلای هم آب دادم به هم مور بکنم. ببینم ای بابا بچه گلدون پسر رو ببینین، هنوز در نمیده ولی گلدون گل به سر هم بزرگ شده هم گل داده.
از این گلا بزنم به سرم. عزیز دل تو چرا به نایمده گلات پسر؟ خب بایی من شما نگفتی دونه هرچون بکنیم بله گفتم هر چیزی که بکنیم توی گلدون بهش آب بدیم و توی شرایط مناسب باشه، یعنی نور مناسب، دمای مناسب، و اگر آب بهش بدین در میاد. چی کاشتی؟ هم نور مناسب، هم آب مناسب، برش کتاب خوندم، اونو موسیقی آوردن اینجا، هم موسیقی خب کاری بکردیم، هیچ در نایمد. بذار ببینم چی کاشته بودی توی این گلدون؟ چند تا چیز مکاشته اینجا، چند تا چیز مختلف هم کاشته. چیا؟ سنجاب کاشتم. سنجاب؟ سکه کاشتم، پول بریم. یه لام پم کاشتم، لام نداریم. لام نداریم، لام نداریم. لام نداریم، لام پم سوخته بود، لام پم سوخته داریم. من به اون شک دارم. یه دارم، یه دارم. به لامپی که سوخته بوده شک داره. یه سر بیا بالاتر تا بچه ها ببینن از گل به سر. بچه های گلم، ما چیزی رو میکاریم و رشد میکنه که بتونه به یه موجود زنده تبدیل بشه. لامپ و پول و سنجاق و کلید موجود زنده نیستن. یخچی موجود زنده چه ویژگی داره گل به سر؟ یخ موجود است. من در خیابون دیدم یخ موجود است. بیچاره در میاد. یخ موجود است. بله در مغازه ها می‌نویسن یخ موجود است. یعنی که یخ دارید که شما بخرید. اما موجود زنده چیزیه که میتونه تنفس کنه و رشد بکنه. یعنی ما انسان انسان هم این کلاهی تو امروز چرا اینطوری شده عزیزم؟ بذار قشنگ برات درستش کنم. خواهش میکنم. موجود زنده یعنی موجودی که هم رشد میکنه هم تنفس میکنه. انسان هم موجود زنده است ولی نحوه رشدش با گیاه ها فرق میکنه. گیاه ها از خاک تغذیه میکنن، درسته گل بسر؟ بله. ولی انسان ها ریشه دارن. باریکلا. ولی انسان ها غذا میخورن و از طریق غذا خوردن رشد میکنن. خب حالا ببینیم گل بستر برای گلش چی کار کرده که اینقدر بزرگ و خوشگل شده. وای چی کار کردی تو؟ من این گل رو از یه جایی یه دونه گلدونی کنده شده بود. آها. من اینو گذاشتم تو آب. به این طرف دارم ریشه دارم. خب وقتی ریشهش در اومد اونو کاشتمش توی گل. چه کار خوبی. بعد از این خاکایی که مخصوص باغچه از توش ریختم، گذاشتم نزدیک آفتاب، بهش آب دادم، ازش مراقبت کردم، براش شعر خوندم، وقت درخت بزرگ شد. الان چون نزدیک بهاره گل داده. خیلی قشنگ شد. خانم ببین، یه سری عوامل محیطی هم تاثیر داره. بله، عوامل محیطی خیلی مهمه. اگه شما دعوا کنید من گل بزنم، ریشه نمیره. گل نمیداد دیگه. نه وقتی که اولا که دعوا کار بدیه شما نباید با هم دیگه دعوا کنید. دوما زمانی که یه گلدون یه گیاه توی خونه ما هست اون مثل یه موجود زنده میمونه، باید مراقبش باشه. همونطور که ما دستمون درد میگیره اگر به یه جایی ضربه بخوره، گلدون هم اگر یه برگش کن ناراحت میشه و آسیب میبینه. هیچی نگو. آفرین بچه ها. پس گل به سر یه گیاه رو گذاشت داخل آب. بعد اون گیاه اولش ریشه نداشت، اما بعدم مثل این گیاهی که اینجا میبینی ریشه هاش رشد کرد. نگاه بکنید بچه ها اینجوری. بعد گیاه یا که ریشه هاش رشد کرده رو گذاشتن داخل گلدون، خاک مناسب، آب به مقدار لازم و نور مناسب تا به یه گیاه بزرگ تبدیل شد. حالا این گیاهی که جلوی پسره، خب با این گیاهی که جلوی گل به سره چه فرقی با هم دارم؟ تو بگو مشاهدات تو بگو پسر. چه شکلی گیاه؟ این چیز این که اینجا در اومده؟ آره خیلی بهش دست نزن اذیت میشه. چه رنگیه؟ اذیت میشه؟ هیچ نمیدونی. چه رنگیه؟
بنفش؟ بله سبز و بنفش. دور برگاش رو نگاه بکنید بچه ها، دور برگاش رو اینو فکر کنم که پروفسور اومده برای ما اینا رو خدای بزرگ و مهربون که این همه تنوع داره توی گیاهای زیبا برای ما رنگ‌آمیزی کرده. برگ‌های سبز که وسطش بنفشه و دور برگ‌ها هم گردی گردیه. برگ‌ها شکل پنجه. حالا برگ‌های گیاه گلبسر رو ببینید چه شکلیه. برامون بگو مشاهده هاتو. برگ‌هاش یه ذره زخیمه. آره. شبیه قاشقه. فرین رنگ مورد علاقه هسته. بله نه این گیاه گل برگ های خیلی زخیم داره که توش آب جمع میشه، به خاطر همین اگر که کم هم بهش آب بدیم میتونه مقاومت کنه. ولی این گیاهی که اسمش حسن یوسفه برگای خیلی نازک و ظریفی داره و هیچ وقت نباید اجازه بدیم که کم آب بشه. یه تفاوت دیگه میخوام ببینم کی میگه بین این گلی که جلوی پسره با این گلی که جلوی گل پسره. من بگو گلدون. اول میگه من بگم بعد فکر میکنه. خب گلدون گلدونش فرق میکنه. بله سرح روی گلدونش فرق کنه. خود گیاه چه فرق داره؟ گل بسر برگه من گرده برگه من اون شبیه مزلده. آفری و یه چیزی تو داره گلت که این نداره. ساقه. ساقه رو که همه گیاه ها دارن. گل. آفری گل ساقه و برگ رو همه گیاه ها دارن، ولی بعضی گیاه ها گل دارن بعضی گیاه ها گل ندارن. ببینید بچه ها برگ اینو سبز نیست. فکر نکنید که همه گیاه ها برگاشون سبزه، بعضی از گیاه ها هم برگاشون قرمز یا بنفشه. بچه های گلم خدا نگهدار، تکلیف براتون میفرستم. خدا حافظ. خدا نگهدارتون عزیزای دلم. خدا جانم سید امیرحسین. خانو جانم مشک من وقتی چی دارم؟ حالا نگفتم میفرستم براتون.